سلام، برنامه تحول. من محمد نصیر فیاض به اتفاق همکار میزبانی برنامه هستم. نامزد وزیران امور داخله، خارجه و مالیه امروز برنامه خود جهت جلب رأی اعتماد نماینده‌های مردم به پارلمان ارائه کردند. نقطه هایی که قبل از این در مورد کار عرصه وزر از وزرا وجود داشت تا یک حد نامید کننده و باستاب خیلی منفی در رسانه آمده داشت. بس امنیت در وزارت امور داخله یکی از چالش های خیلی بزرگ بوده که به دلیل کمکاری ها آقای امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور آمده کار وزارت داخله و قماندانی امنیه را برای پایتخت پیش میبره. این موضوع تا یک حد چالش برانگیز شد برای وزارت امور داخله و بحث تامین امنیت و ناتوانی مدیریتی سکتور امنیتی هم از استخبارات و وزارت داخله در درون. حالا با توجه به گستردگی وضعیت ناامنی کابل، تا چی حد اظهارات آقای اندرابی برای وکلای مجلس اقناپذیر بوده و تا چی حد هم وکلای مجلس با توجه به تعهدات ملیشان برای وزرا رای میتن؟ وزیر خارجه همچنان با توجه به مشکلاتی که در بود دیپلماسی جدا متوجه وزارت امور داخله است، مخصوصا بحث ویزه پاکستان که تلفات خیلی گسترده هم در ننگرهار داشته و هنوز هم یک چالش خیلی بزرگ است. وزارت نتانسته حداقل در تفاهم با پاکستان یک مشکل کوچک را در رده اول حل بکنه و نهایتا بحث مدیریت وزارت امور خارجه افغانستان و وزارت مالیه، بحث فساد که خود وزیر مالیه هم اعلان کرد در گمرکات و گزارش هایی که در مورد انتصابات خلاف قاعده های حقوقی در وزارت مالیه صورت گرفته بود. برحال سه وزیر برنامه خود ارائه کردند و ممکن وزرای دیگه هم در ارتباط به برنامه ها بیاین. با توجه به اینکه میزان پذیرش وکلای پارلمان به اساس رویکرد کاری وزرا خواهد بود یا به اساس داد و ستودهای مالی و بیشتر رویکردهای قومی، یک بحث است که با گذاشتن صندوق رای میتونه آدم قضاوت بکنه. اما نهایتا قدم اول در ارائه برنامه های سه وزیر میتونه وضعیت را از حالت سرپرستی به وضعیت مسئولیت پذیر وزرا شکل بده. گام های بعدی چی خواهد بود؟ آیا بقیه وزرای که اسنادشان مشکل داره و بررسی ها در مورد وزرای دو تابیته، مخصوصا که یکی از چالش های بزرگ در افغانستان بوده و بیشتر از وزرایی که فامیلاشان در خارج بوده و علاقه مندی کارشان فقط برای دریافتن امو وجوه مالی بوده تا خدمت گذاری واقعی به مردم افغانستان، یکی از پرسش هایی است که آینده رو ثابت میکنه. مجموعه این موارد بخوایم شب سرش بحث بکنیم. در بحث با ما جناب آقای غلام حسین ناصری عضو مجلس نماینده ها، آقای سید فرهاد هاشمی آقای سیاسی و عبدالستار سعادت مشاور پیشین جمهور از کابل وصل هستند. اما قبل از اینکه به مهمان ها برگردیم یک گزارش کوتاه مرتبط. پس از بررسی سندهای ده نامزد وزیر از سوی مجلس نمایندگان، نامزد وزیران امور خارجه، مالیه و امور داخله به این مجلس آمدند و برنامه های کاریشان را با نمایندگان مردم شریک کردند. نامزد وزیر امور خارجه می گوید در صورت عدم توافق سال در قطر، اجماع ملی و منطقه‌ای با خطر مواجه می شود. متاسفانه خطر ازی وجود داره که اجماع ملی و اجماع منطقه‌ای و بین المللی ما صدمه ببینم. اگر صلح نتیجه بده و ما خشونت ها را به حد پایانش بیاریم، به یک مدل به آینده پلیس ما کار میکنیم و اگر جنگ ها به می شکلش تداوم بیافه به یک مدل دیگه. از سوی هم نامزد وزیر وزارت مالیه می گوید که موضوع فساد در کشور چالش بزرگی است که نیاز به مبارزه جدی دارد. زما پدیلن کاری موده که تردید آمده گمرکات و عواید و مصرفیتون و مالیاتی حوزول زر و تن و زیاد پا فساد تورن کار کون که لوی سارنوالی تا معرفی شوی او دغ مبارزه به ادامه لری. اما شماری از نمایندگان مجلس کارکردهای نامزد وزیران را به باد انتقاد می گیرند. امروز کسانی می آید رأی اعتماد از ما می گیرد که در طول 20 سال همه ما اینها را می شناسیم و در عمل ما دیدیم که چهره های ناکام، چهره های بدنام، چهره های فاسد. با این حال مجلس نمایندگان با اکثریت آرا فیصله کرد تا پس از ارائه برنامه های کاری ده نامزد وزیر به روز پنج شنبه صندوق گذاشته می شود تا سرنوشت این نامزد وزیران مشخص شود.
دوباره خوش آمدین. بحث را با آقای ناصری میخواییم آغاز بکنیم. بسیار خوش آمدین آقای ناصری. هوای پارلمان چیگونه بود؟ چقدر یه اظهارات ظاهراً مورد توجه و مورد قناعت پارلمان قرار گرفت از دید شما؟ رحمان الرحیم، با تقدیم سلام و احترام خدمت جناب عالی، جناب آقای فیاض، همکاران محترم تکنیکی و عزتمندانی که به عنوان شرکای در بس و مهمانان برنامه تان قرار داره، و نهایت هم همینطور سلام خود را خدمت تمام بینندگان محترم شبکه آریانا نیوز و برنامه تحول تقدیم می‌دارم. خدمت را کنیم که همونطوری که جناب عالی فرمودین، تا ازدواج محترم برای احراز پست وزارت خارجه، وزارت مالیه و وزارت داخله امروز در تالار عمومی در یک جلسه عمومی در حضور نماینده ها و اعضای محترم مجلس نمایندگان افغانستان برنامه خود را ارائه کردند. بدون تردید وقتی که صحبت در موضوعات متعدد به وجود آید، افغانستان در شرایط فعلی خاصتاً در این مرحله بسیار حساس تاریخ قرار داشته و گرفتاری ها و چالش ها و مشکلات فرارای همه مردم افغانستان و همینطوری های امنیتی و در مجموع در فراروی حکومت محترم افغانستان و قوای مقننه طرف دیگر قرار داشته و قرار خواهد داشت. برنامه هایی که توسط زوات محترم که شما نام بردیم ارائه شد و بالاخره شنیده شدن، و خدمت بکنیم که باز این بر میگرده قضاوت بر این که فرزن که خوب دارای برنامه بود و شخص دیگری چه رقم برنامه داشتن، این بر میگرده به همون اصطلاح فهم و استنباط و انتظاری هر یکی از نماینده های محترم که مسلمه باز استعداده ها و همینطوری زمینه های فکر روی صورت میگره با هم دیگر تفاوت خواهد داشت. و هر حالش ما نباید فراموش بکنیم بعد از یک مدت بسیار طولانی همین که بالفعل این برنامه آغاز شده، یک گام مثبت باید تلقی شود. بعد از اینکه به اسلام مکرر در مکرر متاسفانه فرهنگ سرپرستی ادامه پیدا کرده برخلاف قانون اساسی، برخلاف قانونی سرپرستی و همینطوری که از طرف دیگر آقای ناصری، پرسش ما خیلی واضح است و بیشتر مورد آشوبی را میشه در لابلا صحبت بکنیم، اما چی که برمیگرده برای قناعت مجلس، آیا صحبت های امروز تعیین کننده سرنوشت ای سرپرست وزرا یا نامزد وزرا میتونه باشه، یا مواردی که در گذشته نسبت به اجرات از اینا در وزارتخانه مربوطه به پارلمان، فضای پارلمان حکایت از چی داره؟ خدمت بکنیم که بدون تردید فضای پارلمان یک فضای به اصطلاح تقریبا نارام و متشنج است و دیدگاه های مختلف اونجا به اصطلاح مطرح بوده و مطرح هست و هر کسی دیدگاه خودی خاص خود را داره. با توجه به اینکه پارلمان افغانستان یا نهایتاً به عبارت درسترش به اصطلاح ولسی جرگه افغانستان متشکل است از نماینده هایی که اگر از آدرس های احزاب محترم سیاسی هم آمده در درون پارلمان مستقل ده، چرا به علتی که پارلمان و شیوه و نحوه ساختار پارلمان افغانستان همه ما و شما در جریان قرار داریم که به اصطلاح پارلمان حزبی نیست. وقتی که پارلمان حزبی نیست، هر فردی نسبت به امو استقلال فکرش باز تصمیم میگره و برداشت میکنه از قضیه. در این جهت امروز به گومگوهای بین نماینده هم وجود این پرسش اگر به خود شما بر بگرده آقای ناصری، مشخص اگر بر شما بر بگرده، چقدر این صحبت ها قناعت شما را حاصل کرد لااقل؟ خب ما خدمت را بکنیم که تا آخر جلسه از ابتدا هم بودیم و تا با آخر جلسه هم نشستیم و تا این که به اصلاح مراحل این مرحله به پروسه امروز او تمام شد. برنامه هایی را که کاندید وزیر محترم وزارت خارجه بیان کردن، بیانیه ایشان بیانیه به اصطلاح نسبتا قوی بود که آدم نمیتونه او را کجای از این بیانیه کدام نقطه قوی بود از دید شما؟ کدام چیزا قناعت بخش بود؟
در رابطه با موضوع صلح و خدمت بکنم که روابط کشورهای و جنجال و بحران فعلی چه رقمی دادن به اصلاح صلح و مذاکره که فعلا جسته و گرفته در دوحه جریان دارد در ابعاد مختلف یک بیانیه بسیار مفصل و طولانی را بیان کردم و همینطوری در رابطه با کارمندا و مسئولین بیاین دو مورد کوت بکنیم آقای ناصری، دو مورد کوت میکنیم مشخص در این مورد یکی صحبت های سیگار بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا در مورد فساد افغانستان که گفته اکثرا برنامه های حکومت افغانستان به اساس طرح روی کاغذ است و در عمل هیچ چیز وجود نداره. ویرم تا یک حد منوط ساخته برای کنفرانس ژنوا که تعهدات کشورهای کمک کننده بر افغانستان به اساس کاغذهایی است که حکومت افغانستان رو ارائه میکنه یا ثابت شدن رویکردهای عملی. و بحث دومم که آقای اطمر مطرح کرد امروز، شما گفتین که یک نقطه مثبت بود، گفت که اگر بحث صلح مدیریت نشم اجماع ملی در خطر میره هم اجماع منطقه‌ای. شما فکر میکنین که اجماع ملی وجود داره در بحث صلح؟ میخوام یادآوری بکنم در رابطه با اون بخش اول سوال جناب عالی، بدون تردید به اصطلاح که وقتی که او چیزی که به اصطلاح بیان میشه ما ممکن گوش دادیم که قضاوت میکنیم بر مبنای همون تیترهایی است که روی کاغذ بیان شده. یکی اجرایی و تطبیق عملی از چه رقم خواهد بود او را گذشت زمان و بعد از اینکه موفق شونده اعتماد بگیره او را ثابت خواهد کرد. در رابطه با موضوع دوم و بخش دوم سوال جناب عالی میخوام یادآوری کنم که من با شما موافق هستم، اگر شما گرچه اظهار نظر نکردید ولی من نظرم همینه که با کمال تاسف این که فعلا در رابطه با صلح ما کشور به کشور را میریم یک حرکت دیپلماسی بسیار فاقد معنا و مفهوم را آغاز کردیم، چی بهتر است که در درون افغانستان تلاش شود و اصلاح یک اجماع ملی با وجود بیاید که قطعا به طور 100% قطعی می بیان میکنم که اجماع ملی با کمال تاسف. پس برخلاف اظهارات قبلی شما قوت در صحبت‌های آقای اطمر با توجه به رویکردهای عملی وجود نداشته؟ نه، ایشان گفتن که اجماع فرضاً ما باید اجماع با وجود بیاریم که اگر اجماع با وجود نیاره و پروسه صلح مدیریت نشه و مسلمه که باز ضربه های به اصطلاح بیشتر متوجه افغانستان میشه تمامیت ارضی افغانستان در مجموع. این حرفا پیش شما است، من پیشتر هم کد کردم بر شما چون در گزار شما ایره پلی کردیم که اگر محاسبه غلط شوه یا ما به نتیجه نرسیم اجماع منطقه‌ای و ملی از بین میره، در حالی که نه در منطقه اجماعی وجود داره نه در درون افغانستان. شما مو پرداخت اجازه بدین که به آقای هاشمی بریم. آقای هاشمی، چیزایی را که نامزد وزرا گفت حالا تک به تک روی آقای اطمر جناب آقای ناصری صحبت کرد، چقدر فکر میکنین که رویکرد عملی وزارت خارجه تحت رهبری آقای اطمر تانسته قاعده قوی مدیریتی را در حوزه دیپلماسی افغانستان گره بزنه، هم در بحث صلح افغانستان هم در بحث گسترش مناسبات دیپلماتیک و اقتصادی؟ بسیار تشکر استاد فیاض عزیز، اگر اجازه تان باشه اول میخوایم که روی هم سوال که در ابتدا داشتین از جناب وکیل صاحب روی ختم خود موضوع سرپرستی بپردازم که سرپرستی یکی از چالش های اساسی بوده، بسیار گام نیک است که در صورتی که به سرپرستی ها خاتمه داده میشه، اما سه موضوع دیگه بسیار عمده است که من خواهش میکنم از وکلا که در پلان هایی که کاندید وزرا عرضه میکنن را از اینا شریک میسازن و پلان ها ببینن. یکی از او طرح هر وزارت، طرح ساختاری و راهکاری هر وزارت به خاطر مبارزه با فساد است. دو، موضوع ادارات موازی است که باز راجع به سوال تان کار پرسیدین میخواییم که وزارت خارجه را در روشنی از او یک دفعه برانداز کنیم. سه، مسئله تمرکزگرایی است. شاید شما وزیر بسیار خوب قوی داشته باشین، شاید پلان خوب داشته باشه، راهکار خوب داشته باشه، اما تمرکزگرایی باعث میشه که صلاحیت لازم را به خاطر تحقق از برنامه ها نداشته باشه. حال من این نقطه را میخوایم به سوال شما را بتم. ببینین وزیر خارجه جناب اطمر صاحب، خب از یک دیدگاه وقتی که اینا صحبت میکنن به صفت وزیر خارجه باید بازتاب دهنده سیاست خارجی افغانستان باشه به خاطر که اصولا نمی ایجاب میکنه، اما وقتی میاییم روی راهکاری که به خاطر اجماع منطقوی و اجماع ملی میته در اینا به صفت یک نهاد نقش ندارن به خاطر که نهاد موازی دیگه با صلاحیت های برتر از اینا که دکتر صاحب عبدالله در رأس نشسته وجود داره. این مسئله باعث میشه که اینها نتونن
تمام موفقیت‌هایی را که باید پیش بینی شوه اینو پیش بینی بکنن، یا حداقل نقش خود را در تحقق امی موفقیت‌ها نتونن که تشخیص بدن. ببینن عد اکثر سفرهایی را که تا فعلا داشتن در سطح منطقه دکتر سب عبدالله بوده، نه وزیر خارجه، درست؟ دو، تفاهماتی که حداقل با پاکستان به وجود آمده او را آقای داوودزی تعقیب میکنه، نه وزارت خارجه، او به هیچ وجه گزارش ده نیست به وزارت خارجه. مسئله سومش ما ببینین سالی که با طرف طالب روان است، در رأس خود هیئت گفتگو کننده نماینده وزارت خارجه وجود نداره، حضور نداره، نماینده رئیس جمهور حضور داره. این مسائلی هست که بسیار به پیچیدگی موضوع میافزاید و نقش وزارت خارجه را صفت یک دستگاهی که باید تمام دیپلماسی افغانستان مربوطش باشه بسیار بسیار ناچیز جلوه میده. آنچه که احرام سیاستگذاری در درون حکومت شکل داده، بیشتر رفتار به فرق است تا به پا و رویکردهای موازی برخی از اداراتی که تا حد شاک دهنده است ما شاهد هستیم در سایر موارد. اما آنچه که برمیگرده به مسئولیت‌های جناب آقای اطمر به عنوان وزیر خارجه افغانستان، قبلا هم گفتم بحث کشته شدن 11 تن از خانم‌ها در ننگرهار به خاطر گرفتن ویزه پاکستان یک چالش خیلی بزرگ بوده که مستقیم برمیگرده به کمکاری وزارت امور خارجه به مبنی بر عدم اقناع سفارت پاکستان در کابل، یا در حوزه دیپلماسی اجماعی که باید شکل بگیره تا به حال را کوچکترین گام ها بلند نشده، با استثنای از اینکه چند سفر آقای عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه داشته. حالا چقدر میتونه که همین صحبت های درون کاغذ که تا حدی هم شما گفتین با مسئولیت های مستقیم وزارت خارجه مچ نمیکنه بتونه آقای اطمر را جانشین کنه در وزارت امور خارجه افغانستان؟ استاد فیاض، ما خودت به صفت کسایی که شاگرد رابط بین الملل هستیم، یک از اساسات اساسی بحثی است که هم در سطح پالیسی باید بحث بکنیم هم در سطح عملکرد و تکنیکی. ببینید همین مثال که شما از مسائل ویزه پاکستان یادآور شدین، مرجعی که با وصف همه مشکلات و چالش ها بعداً دست آستین بالا زد گیره حل بکنه نشستای شش و نیم صبح بود. متاسفانه که این باید از مجرای بلندگوی وزارت خارجه بلند میشتی صدا، باید این مشکل تکنیکی رو حل میکردن. ببینید در سطح ایجاد روابط با کشورهای منطقه حداقل وزارت خارجه نتونسته که تفصیل سیاست پنج حلقوی حکومت وحدت ملی را که به خاطر روابط خارجی سیاست خارجی مطرح کردن حداقل 6 سال قبل نتونستن که تفصیل از امور ارائه بکنن. یعنی در وقتی اینا در قسمت پلان ها صحبت میکنن، چیزی که بسیار مهم است ای است که دستگاه دیپلماسی بپردازه به راهکارهای خود به خاطر تحقق، به خاطر تحقق روابط و به خاطر به وجود آوردن اجماع منطقوی. ببینین بارها ما شاهد ازی بودیم که خلیلزاد خواسته که اجماع منطقوی را طرح بکنه در حالی که نماینده رئیس جمهور ایالات متحده است. خود وزارت خارجه متاسفانه یا به خاطر دلایل تکنیکی یا به خاطر مثلا موضوعات و مشکلات وحدت ملی یا تناقضاتی که در انتخابات بوده، امو جای و اتوریتی را که باید داشته باشه امو جایگاه را متاسفانه که تا فعلا در قضایای افغانستان و منطقه و افغانستان و جهان نداشته. بسیار زیاد تشکر. با ما آقای سعادت مشاور پیشین رئیس جمهور و یکی از حقوقدانای برجسته افغانستان هم هست. اجازه بدید با او بپرسیم. خاله صدر ډیر خلک لاست لمړی پوښتنه د سیګار هغه موضوع کوډه و چې د بهرنیو هیوادونو د مرستو په اړه باندې د جنیواب کانفرنس کې پیښېدلی ویلي دي چې د افغان حکومت معمولا ټولې کړنلارې او هغه لاسته راوړنې فقط د کاغذ په مخ دي، ښې پروژې جوړوي، د کاغذ په مخ یې ډېر ښه ډیزاینوي، اما وخت چې عمل ته لاړ شو هېڅ شی شتون نه لري. او ډېره بله لویه ستونزه چې خلک هغه سره لاس و ګریبان دي، 40-50 نفره دي چې له یو وزارت نه بل وزارت، له یو شورا نه بل شورا، له یو څوکۍ نه بل څوکۍ ته د ښاغلي غني په واسطه څرخېږي. او که موږ فوکس وکړو د هغه مخکیني کار ته، تقریبا په هغه کار کې ډېر زیات ناکامه و، او څو وخته چې سرپرست هم پاتې شوی دی ډېر زیات لوی ناکامیانې درلودلې. ای فکر کوي چې ولسمشر غنی وتوانیږي چې که شورا دو ته د اعتماد رای ور نه کړي بیا هم دا د سرپرست په توګه وګماري کنه؟ سر که سلام کوم تاسو ته محترمو میلمنو ته کتونکو ته، مخکې له دې نه غواړم دومره ووایم چې باندنیو چارو وزارت باندې دومره بحث ښه ده چې د هغوی یو نماینده مو هم دلته درلودلی، ویاندې وی یا بل څوک یې وی،
او بیا که چیرته بندنیو چارو وزارت کې پاتمر صاحب باندې مثال هغه واست ته درایل لپاره پارلمان ته ځي کړي هغه عملکات باندې بس کیږي. نو هغه زمانی قید که مونږ په نظر کې ونیسو چې دا ورته راغلی د هغه نه اخوا مسؤلیت ورته متوجه کو دا به لږ درغلی وي. الو زه نه غواړم دا بس تاسو پوښتنه زما نه بلاده کړه دا مثالونه چې د ننګرهار ورکړه دا د مدیریت په وخت کې و ښاغلی سعادت مخکې لغنه نه و دخله نه د ننګرهار قصه ډیره زیاته پخوانی و. من دوه تاسو شاهد و چې دا زړه قصه و منتها دغه کارونه چې دلته دننه کیږي دا محلي داخلي کسان ته د وظیفه ورکوي د تنظیم او د ترتیب دا د امنیت کمانډان والی د ثورت ځینې مسولین دا کار کوي. د بندنوی چارو وزارت کار ولی او دا دی چې سفارتونو سره کار کوي د بهرنیو مراجعو سره کار کوي. اما سفارتونو ځینو مسایلو کې دلته موږ داخلي دلته کوم اداري دی هغوی سره هغه کار کوي. د ښه خبره دا ده زه فکر کوم چې موږ لږ دره هغه وکړو یعنی هغه زمان نو هغه ښاغلی سعادت معمولا کنسولي او ډیپلوماټیک اړیکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا کیږي نه د کورنیو چارو وزارت له لوري. او ښاغلی هاشمي وویل چې د ښاغلی اتمر په ځای ښاغلی امرالله صالح راغی په شپږ نیمو بجو جلسو کې حداقل دا مسله را پرانیستله چې باید د پاکستان سفارت یو مسؤلیت د ویزو یا حداقل هغه د ویزو د شمیر موږ ته راکړي تر څو چې بیا هغه ناورینونه چې په ننګرهار کې و تکرار نه شي. دا کار هغه و چې د بهرنیو چارو وزارت باید مخکې دا کړی وای تر دې چې ښاغلی صالح د ولسمشر د لومړي مرستیال په صفت هغه کار وکړي. او دا هیر نه کوي چې هغوی هم دا مسؤلیت جنرال خوشحال سعادت ته ورکړي. یعنی معنا دا ده چې بیا هم پولیسو ته دا کار متوجه وو او که رئیس جمهور خپله هم یو کار کوي یا معاون کوي طبعا وزیر خارجه هغه معافه وکړي دی هغه نشي کولی چې دا مخنیوی وکړي. او زه فکر کوم دې قضیې د شپږ نیم زه نه پوهېږم دا څومره مؤثر شی دی خو مشکل مضاعف که حل یې نه که دلته تاسې هېڅ ځای کې د سفارتونو مخکې نه وینئ چې د وزارت خارجه مامورین دې هلته ولاړ وي هغوی د صفونه جوړوي یا هغوی د دا مسله هغوی ته تنظیمیي. ډېر ښه ټکي ته مې اشاره وکړه ښاغلی سعادت ډېر ښه ټکي ته مې اشاره وکړه چې مونږ په سر روان یو تر په پښو مثلا د بهرنیو چارو وزارت یو مسؤلیت ورکول کیږي یو پولیس ته بهرنیو چارو وزارت بیا په خولې پلستر وهلی یو کلمه هم د ده په اړه نه وایي حداقل د خپل مسؤلیتي حق نشي غوښتلی له ولسمشر نه یا له موافق مامورینو نه. او بل بس دا چې مثلا دوه ټکي چې ښاغلی اتمر په اشاره وکړه چې که د افغانستان د سولې مسله مدیریت نشي موږ منطقوي او کورنۍ اجماع له منځه تلای شي حال دا چې نه کورنۍ اجماع شته هم نه منطقوي اجماع د موږ ډیپلوماسۍ رامنځته کړې ده. اوس دغه قضاوتونه به معیار د رای ورکولو د پارلمان د غړو ښاغلي اتمر ته یا نور وزراو ته وشي. اساسي پوښتنه دا ده چې که پارلمان دوی ردی څومره دا امکان لري چې لکه تیر دور ولسمشر تر آخر د حکومت دوی سرپرست وساتي. راځي اول زه تاسو سره په دې کې موافق یم کله چې بحران زیاتیږي د دولتونو په جنگ کې د هغوی حاکمیت محدودیږي جغرافیه د لاسه ورکوي خلک د لاسه ورکوي استاستا دغه وظیفې ډېرې زیاتې کوچنۍ کیږي. تاسې پوهیږئ دا اوس رئیس جمهور اولم دی او والي نقش لري او اول معاون عملا د امنیت قمندان نقش لري. دلیل دا ده چې دوی نه ساحه لري نه خلک لري جغرافیه نه لري یو والا مشکلات لري. اما پس شو مسله د هغه تاسې که بهر کې موږ ګورئ د نورو هیوادونو هم د بندنیو چارو وزارت مامورین نه راځي هلته د سفارتونو چارې نه تنظیموي. یعنی هلته هم پولیس ورسره همکاري کوي ښاروالي ورسره همکاري کوي نورې ادارې ورسره همکاري کوي افغانستان کې هم همداسې ده. یعنې دغه لانجه چې رامنځته شوې بلې او د طرحې په سطحه دوی کولی شي سفارتونو سره خبرې وکړي ځینې حل لارو باندې خبره وشي چې هغه حل لاره معقوله حل لاره وه چې صالح وړاندې کړې وه. مګر هغوی وویل چې ما سره یا حساسیت یا عنوان یې ورکړ دغه د طرحې په توګه بلې او اما دلته د صفونو جوړول هلته د خلکو نظم برابرول چې دا د بې نظمۍ نه دا مسؤلیت موږ د وزارت خارجه ته راجع کولی نه شو. دا ستاسو سوال ته بلې و زه شک لرم چې ځکه ولسمشر غني معتقد د قواوو په تفکیک باندې نه دی. تاسو دا اوس پوهیږئ چې
حتی د همدې وزیران او صلاحیتونه نن د کورنیو چارو وزیر مثال خبرې کوي، د دې صلاحیتونو مهمه برخه داسې یو مرجع ته انتقال شوی چې هغه بیا ولسی جرګې ته مسؤلیت نه لري، یعنی د قواو تفکیک عملا له منځه تللی. دلته دغه وزیران که رایه وانخلي هم یو شمېر چې البته دوی سره نږدې دي هغه به پاتې کیږي، ځینې نور ځواب چې لکه د افغانستان بانک سرپرست رئیس که هغه رایه وانخلي هغه به پاتې کیږي. ځکه ولسمشر غني اصلا په دې معتقد نه دی چې د پارلمان هغه صلاحیتونه دي هغه مال کې تاسې متوجه یاستئ، کله چې دوی رخصت شي بیا دا شروع کوي تقنیني فرمانو په صادرولو ته او شل دیرش فرمانونه صادر کړي، بیا هغه ټول راوړي د ولسي جرګې په میز واچي. یعنی عملا د دوی تقنیني صلاحیت د تاریخ حالت ته تللی، نمایندګي د دوی نشته، نظارت نشته. او د وزیرانو په باره کې هم زما برداشت همدا دی، هغه کسان چې د غني خوښېږي هغه به د سرپرست په توګه پاتې کیږي، هغه څوک چې نه خوښېږي هغه به ځي. بلې او دا یو بهانه ده، یو فرصت دی. یوه لنډه دمه بېرته راګرځو. دوباره خوش آمدین. آنچه که در ارتباط به چگونگی رای دیدگاه آقای اتمر به عنوان وزیر خارجه در پارلمان رویش بحث شد، تا حد زیاد یک مقدار چالش های روی کردی و یک مقدار چالش های ضعف در مدیریت وزارت امور خارجه افغانستان از دید برخی از وکلا یا تعداد از مردم وجود داره. مثلا حادثه ننگرهار مشکلات خیلی جدی را خلق کرد در رسانه‌ها و بحث اجماع منطقه‌ای را که با جای وزیر خارجه افغانستان رئیس شورای عالی صلح میره، یا روی کرد هایی که تا حد بیشتر از سایه وظایف دیگر ارگان ها با اونا داده میشه، یک چالش کلان است. بحث وزارت امور داخله و وزارت مالیه هم یک بحث خیلی جدی است. مشکلات در حوزه امنیت پایتخت افغانستان دیگر ساحه زندگی را تا آخرین نفس به مردم تنگتر ساخته و یک شاک خیلی بزرگ را در زندگی روزمره افغانستان به وجود آورده. قتل‌های هدفمند، انفجارها، انتحارها و چالش‌هایی که ما در اواخر شاهدش بودیم، و مهمتر از همه به اساس ضعف در امنیت پایتخت رئیس جمهور معاون خودم موظف میکنه تا امنیت را بگیره. حالا تفسیر و دلیل از این چی بتانه باشه؟ و با توجه به این مستاق عینی صحبت‌های آقای اندرابی به عنوان سرپرست وزارت امور داخله و نامزد وزیر امور داخله چقدر میتونه قناعت اعضای پارلمان را جلب کنه؟ این پرسش را با آقای ناصری باز هم ارجاع میکنیم. آقای ناصری بفرمایید. تشکر. خب بدون تردید چالش های وجود داشت و وجود خواهد داشت، اما چیزی که امروز در مجلس نمایندگان جناب آقای اندرابی به عنوان نامزد وزارت محترم امور داخله بیان کردن، همو به اصطلاح که نسبت به آینده چه کار باید بکنن، برنامه فقط برای آینده است. هرچند که او یک بخشی از مقدمات صحبت‌های خود را نسبت به گذشته و چالش‌های موجود که او به عنوان یک واقعیت تلخ در عرصه کنونی افغانستان متاسفانه وجود داشته و همه مردم با او موافق هستند، او را بیان کردن و بعد آمدن در قسمت ایجاد اصلاحات در خود وزارت داخله و همینطوری که چه کار باید بکنه. بیانیه ایشان یک بیانیه مختصری بود که کاملا به همین زاویه هایی که شما اشاره کردین با اونا به اصلاح تماس داشتن. خب چیزی که مهم و عبارت عزیز که این برنامه آیا تطبیق میشه یا نمیشه، جناب آقای فیاض بازم تاکید میکنیم. نکته ای که بسیار مهمه، ما در افغانستان، همه ما و شما در افغانستان زندگی میکنیم، ترکیب این اعضای محترم و ذوات محترمی که معرفی شده برای مجلس نمایندگان افغانستان در قدم اول، یکی از مسائلی که فعلا شما اشاره کردیم که به جای وزیر امور خارجه فرضاً رئیس شورای عالی صلح جناب آقای دکتر عبدالله انجام وظیفه میکنه. با کمال تأسف ما باید ترکیب حکومت توافقی رو باید در نظر بگیریم. معرفی ذوات محترم را برای احراز مقامات و به اصطلاح موقعیت های سیاسی و ساختاری در آقای ناصری، چالش های حکومت حکومت نهایت شکننده اشتراکی باید در پارلمان فیلتر شود. پارلمان باید خوبترین ها را برای
سمت های سرنوشت ساز مردم بگماره. حالا اگر چشم وکیلا بسته باشه و همه چیز به اساس امو برنامه روی کاغذ در نظر بگیرن و قضاوت کنن، حالا محک قضاوت گذشته ای بزرگوارا تا چی حد میتونه انطباق از واقعیت های اینی مردم را یا انتظارات مردم را از وکلا تبارز بده؟ فکر میکنین که صحبت های روی کاغذ میتونه نشان دهنده توجیه پذیری ضعف ها و ناکارایی های وزرا باشه نه؟ خب یک هر کسی به اسلام مطابق اما چارچوب وصول وظایف داخلی و همینطوری قانونی اساسی اینا آمدن بیانی خود اون حقشانه که به اسلام بیایه بیان بکنه. یکی که اینا رو گمارده ما خواستم به علت ها باید ما عوامل و فکتوره هایی که منجر به این ضعف ها شده خواستیم بگیم که اساسا در ساختار حکومت توافقی بر بنیاد قانونی اساسی در فضاد صد درصد قرار داشته و یک کل مشکله نمیتونه پارلمانی نه اینکه ما دفاع و توجیه بکن توجیه غیر قانونی و استباز نمایندگان دفاع بکنیم. می آیم در قسمتی از اینها دوستان آمدن راکاره ها و برنامه های خود بیان کردن امروز و بنشینیم به قضاوت که به اصطلاح تا چی در روزی که ما صندوق رای اعتماد گذاشته میشه به عبارت دیگر پروسه رای گیری آغاز میشه بعد از باستری به اصطلاح هر یکی از ذواتی که برنده شد باز او زمان هم فوکس باید صورت بگیره تا او زمان به اصطلاح کمی تحمل داشته باشیم. من معتقد هستم که زمانی از او فرا خواهد رسید ولی چند روزی باید تحمل بکنیم ببینیم یک که نگرانی وجود داره آقای ناصری. یک نگرانی خیلی کلانی وجود داره که خب در این چهره ها یک تعداد مردم مدعی هستند که یک تعداد نامزد وزرا بیشتر از بس ریشه های ملت افغانستان یا دیدگاه های ملت افغانستان اتکا دارن با حمایت های بیرونی مثل کشورهای انگلستان، مثل کشور پاکستان، مثل ایران یا کشورهای منطقه‌ای که به گونه مستقیم ارتباط به اونا داره و مدعی هستند که با توجه به حمایتی کشورها میتونه با سادگی از پارلمان فیلتر شود. در گذشته ما دیدیم ناکارترین چهره ها از پارلمان با توجه به ضعف های قبلیشان هم فیلتر شد. چقدر اگر قرار باشه این فلتریشن به اساس سلیقه های شخصی وکلای پارلمان یا به اساس فشارهای کشورهای منطقه یا به اساس وجوهات پولی صورت بگیره ناامید کننده است برای خدمتگزاری به مردم افغانستان؟ در رابطه با اینکه با وجوهات به اصطلاح وساطت پولی صورت بگیره بازی را قطعا هم میدیا و همه به اصطلاح نیروهای استخباراتی افغانستان مکلفیت داره که افشا بکنه هر کسی این کار کردن. میایم در قسمتی از این که بیاییم ما اصل موجودیت یک ترکیب فیزیکی و ساختاری که از ریشه آغاز شده تا به اینجا رسیده قطعا اینا رو ما نمیتونیم به اصطلاح بدون ملاحظه بگذرانیم. وضعیت موجود افغانستان شیوه های معرفی و به اصطلاح ذوات محترمه بردن از آدرس ریاست جمهوری معرفی کردن اینا همه و همه اینها چالش ها و به اسلام مسائلی هست که نمیشه نادیده گرفت و ولی این مکلفیت داره، جدا مکلفیت داره مطابق با اصول وظایف داخلی و همینطور قانونی اساسی که مجلس نمایندگان افغانستان به خصوص مطابق ماده 81 قانون اساسی که میگه در جریان اظهار نظر و استعمال رای منافع اولیای مردم افغانستان باید در نظر بگیرن. اینکه کدام نماینده در نظر میگیره اون برای خودش هم تفسیره و استنباط و فهم و درک خودش کفایت میکنه. اما اگر غیر از این و چیزی که شما بیان کردین بدون تردید این موضوع وساطت و به اصطلاح بعضی ها که از آدرس کشورهای خارجی با کمال تأسف فعلا وقتی که بالای 70% کل پروژه ها و به اصطلاح همین سند بودجه مالی و مصرف مالی حکومت افغانستان را در بخش این کشاف وقتی که می آید حکومت های دونیر می دهد بدون تردید چهره های را به اسلاحینا با خود داره، هم در دیروز داشتن هم در دوره اول حکومت کرزایی داشتن هم در زمان حکومت وحدت ملی داشتن و امروز هم داره. اینها غیر قابل انکاره. اما مکلفیتی هر نماینده ایجاب میکنه که جدا بر مبنای همون چارچوبی وظایف لایحه‌ای وظایف قانونی اساسی صلاحیت میده که امانت مردم را به کی میسپاره باز او هر کسی میدانه و همون مسئولیتش بزرگترین اولویت مردم افغانستان
بیشتر امنیت است نسبت به همه چیز دیگه و بحث وزارت مالیه هم یک بحث خیلی جدی است در پروژه های کلانی که تا حد زیاد وزارت مالیه تاثیر گذار است و یک روی کرد شفافی که میتونه آینده را ثابت کنه. شما آقای هاشمی بپرسیم، آقای هاشمی چقدر فکر میکنین که قضاوت های اعضای پارلمان یا ولسی جرگی افغانستان در قبال وزیر داخله و وزیر مالیه بر اساس صحبت های است که اونا خیلی ظریفانه او را طراحی کردن روی کاغذ و بدون در نظر داشت روی کردهای عملی چند ماه گذشتهشان؟ خب بحث وزارت مالیه و بحث وزارت داخله بسیار دو بحث متفاوت است. فیض صاحب عزیز به خاطر از اینکه وزیر مالیه در این وضعیت بسیار خرابه که بحران کرونا فراگیر شده بود این سمت را گرفتن، اما وزیر داخله وقت بسیار زیاد را در این سمت گذشتانده، حداقل سه چند وزیر مالیه. در قسمت از اینکه چقدر میتونه قضاوت و کلا بسیار هدفمندانه باشه، ای بار اول نیست که وزرا به خاطر رای گیری میرن به خانه ملت، بارهای قبل هم بوده. چیزایی بوده مثل از اینکه یک دو کلا به اساس هدفمندی و اساس دیدگاه و اساس قضاوت که یک وزیر برنامه را کرده رای داده، موضوعات دیگه هم بوده که در رسانه ها درس کرده و متاسفانه بسیار افتضاح بار آورده. این مسائل هم بوده در گذشته که نمیشه از این کار کرد. موضوعی که خود جناب وکیل صاحب والا گفتن، حمایت یک تعداد کشورها است از یک تعداد کاندید وزرا، این موضوعی است که خود نقش هدفمندانی خانه ملت را زیر سوال میبره و اینا مجبور میشن که زیر تاثیر فشار از کشورها تصمیم بگیرن که خود وکیل صاحب به اشاره کرد. خب همه و همه مسائلی را میرسانه که یک مقدار برنامه های عملی را که کاندید وزرا ارائه میکنه و معیار قضاوتشان است از وکلا، اما مسائل دیگه همچنان هست که رب داره. خب این موضوعاتی که رب داره، من مثلا یک مثال از زیر داخله رو برات میگم. ببینین در بدترین شرایط به خاطر بسیار بسیار اوضاعی متشنج کابل از دید عملات تروریستی و همچنان عملات جنایی، یک مجموعه بیخی جدیدی ایجاد شد که باید دور بزنه صلاحات های وزیر داخله را. من این مفرقت ششونی مثال در دو مسئله میبینم. یک، خاطر از این است که خلاهای قانونی را خودشان عبور میکنن. مثلا یکی از آخرین خلاهای قانونی که در یک از گزارشات شش نیم صبح اومده بودی بود، اگر شما یک مجرم میگیرین که در دستش سلاح هست و از او استفاده کرده، یک بیشتر از 1.5 دهه عجز یا محرومیت از آزادی در پی داره. اما اگر شما یک مجرم را میگیرین که سلاح در دستش نیست اما همراهش هست، او بالاخره 5 تا 30 هزار افغانی با جریمه شود. خب این خلای قانون شناسایی کردن و این درست مسئله بوده که تصامیم وزیر داخله را بسیار تضعیف کرده بوده، نتونسته مؤثر باشه. مشاشونی صبح میتونه گیره با سلامت دور بزنه. موضوع دوم، ببینین وزیر داخله هم در مشما شاهد هستیم، حد اکثر منصوبینی که در کابل کار میکنن یک تعداد زیاد از اینا را وساطتش وکلای پارلمان میکنن. یعنی مسئله خود چک و بالانس یا نظارت و مثلا توازن را که باید به صورت یک قوه پارلمان او را ایفا بکنه، او متاسفانه که به ضد اوضاع شده تا به نفع اوضاع شده. ببینین یک بخش محدودیت های سیاسی و محدودیت های حقوقی خیلی زیاد است آقای هاشمی. حالا دور زدن صلاحیت های وزیر داخله چی از جانب مشاوریت شورای امنیت ملی افغانستان، چی از جانب معاون اول رئیس جمهور، به هر صورت یک چالش خیلی کلانه که متاسفانه بیشتر اثر مانده سر مردم افغانستانی است که وزرای ما ولو که بیخی همو نماد سمبول حد اعظمی را برش داده باشه حکومت، میخواین خود حفظ کنن به خاطر همو جایگاه، به خاطر همو چوکی، صرف نظر از این که خود میزان خدمتشان به مردم چی است. اگر تمام صلاحیت های وزرا را بگیرن، فقط هم باز هم خوش هستن که به عنوان وزیر در مچوکی بمانن. امی جرأت و جسارت استعفا را نداره اگر قرار باشه که صلاحیت ها گرفته میشه و این میره به طرف بدنامی. خب بسیار خوب است که قبل از این که بیا به پارلمان استعفا بده، لااقل هم وجدان جمعی نسبت به او قضاوت منفی نمیکنه. حالا اگر یک وزیر خودش نتونه صلاحیت های خود بگیره، ما اصطلاح دور زدن بر ازور چقدر میتونیم توجیه پذیر بدانیم برای خدمت گذاری به مردم افغانستان؟ خب ببینین اگر مسئله استعفا واقعا نهادی نشه به صفت یک فرهنگ از رئیس جمهور گرفته تا به رئیس شورای عالی صلح و همه وکلا باید که استعفا بکنن. چرا؟ ببینین فرهنگ سرپرستی چقدر وقت از در وطن جریان داره؟ چرا وکلا اعتراض نکردن که تفکیک قوا واقع نمیشه و حکومت داره صلاحیت های خانی ملت را دور میزنه؟ درست در حد وکلا. این از او فراتر خود رئیس جمهور در مسئله
صلحی که ایالات متحده با طرف طالب ها داشت مکمل دولت افغانستان دور زدن و ای امروز دیپلمات ها و سیاستمدارای امریکایی بعد از اینکه ترامپ انتخابات را باخته و بایدن برده خودشان به این نقطه اقرار میکنن که ما دولت افغانستان را عملا امروش مخالفت کردیم. خب اوش باید استعفا میدادن. مسئله صلح را ببینید، خود رئیس شورای قبلی که امروز رئیس شورای مصالحه است همیشه داد از اجماع میزنه، اما تا به حال عملا یک جلسه شورای مصالحه را دایر کرده نتونسته. پس در این صورت اگر موضوع استعفا باشه جناب فیاض، همه کابینه باید استعفا بده به خاطر از اینکه متاسفانه مسائل ما بیشتر روی مسئولیت های فردی صحبت میکنیم آقای هاشمی تا مسئولیت های جمعی. اینجا بس خب مدام وزیر داخله است، وزرا حداقل باید انتقاد بکنن، وزرا باید انتقاد بکنن و مصالحات که برشان باید نظر به قانون داده شود او را باید داشته باشند. اما این تنها جلسه شش و نیم صبح نیست که صلاحات را دور زده، خود ایجاد کمیسیون های موازی و متعدده که در ریاست جمهوری حضور داره، خود از این در حقیقت تمرکز گرایی را بار آورده و صلاحات اجرایی وزرا را بسیار کاسته. شما به شورای امنیت اشاره کردین، به ساختارهای متعدد میشه اشاره کرد. متاسفانه خود تفکیک صلاحیت و مسئولیت را در ساختار زیر سوال برده و بسیار برنامه‌گی را به اعتمادی را بار آورده که مؤثریت عمل ساختار را زیر سوال برده. آقای سعادت قبلا ابراز نظر کرده بود در مورد چگونگی نقش پارلمان افغانستان. خغلی سعادت یوه لوی استون زداده خغلی هاشمین پغی اشاره وکړه چې تقریبا د اکثره وزیرانو یا سرپرستانو هغه صلاحیتونه ټول قید شوي دي، نیمه ورکړل شوي یو کمیسیون ته، نیمه ورکړل شوي دي یو شورا ته، نیمه ورکړل شوي یو فرد ته، او تقریبا ډیر یو بد ګډوډي، ډیر یو بد انارشیزم په خپل اجرات اداري اجراتو کې ده. دلته انتظار له یو وزیر نه فوق العاده زیات دی، اما وخت چې اننه ورځي غلطه صلاحیتونه نهایت محدود دي، دوی لاس تړلی هیڅ شی نشي کولای. څومره له اقل مخکې له دې نه چې پارلمان ته د وزیر داخلي دغه وینا یا د وزیر مالی یا د خارجي ډیر ماجه واقع شي، دغه ستونزو نیمګړتیاو ته پارلمان باید په تمرکز وکړي، یا له اقل ولسمشر سره دا وغږیږي چې دغه محدودیتونه لرې شي له وزرا اوسکه چې دوی واقعا ځواب ورکون کې شي پارلمان افغانستان پارلمان ته. فیاض صاحب په خپله د سیاسي علومو برخې فارغې په دې مسایلو باندې بالکل پوهېږي. هغه د توماس هابس خبره ده چې کله د ټولنې د نظم او د ادارې لپاره دولت دا جوړېږي چې هغه د لیویاتان اصطلاح ورته کاروي، یعنې داسې یو ډېر زورور موجود چې هغه باید د ټولو نه لاسبری وي او بیا بېرته ټولنه مدیریت کړي. بیا هغه دا سوال هم مطرح کوي چې ښه، بیا بېرته د دې حیولا یا د دې بلا کنټرول څنګه کېږي. دا سړی چې په نهایت کې مطالعه کې آخر وخت کې نهایت کې رسېږي ځینې اخلاقي اصولو ته چې هغه سیاسي تقوا هم موږ ورته ویلی شو، یعنې د زعامت مرحلې ته یا سطحې ته چې یو څوک رسېږي که هغه ځینې اخلاقي اصولو ته هغه نشي متعهد نشي، بیا ډېر زیات سخت دی د دې حیولا کنټرولول. البته متاسفانه د موږ ډېر زیات کمزورې حیولا ده، دا یوازې هغه کمه ساحه کې خلک ډېر زیات دوروي. اوس دلته د ملي سیاست موجودیت دی، اوس رئیس جمهور ته یا ولسمشر ته ولې باید پارلمان ووایي؟ دا خو د خلکو نماینده دی، مستقیم نماینده دی، د رئیس جمهور په توګه سیاسي اجتماعي قرارداد ورسره شوی، یعنی دا ولې باید داسې لاړ شي داسې ریسټرکشنو ته، داسې محدودیتونو ته چې د وزیرانو صلاحیتونه ټول انتقالوي داسې مراجعو ته چې هغه هېڅ د افغانستان پارلمان ته ځواب ورکوونکي نه دي. پارلمان په کراتو باندې دا چغې کړي ځکه دا درد هغوی تر بل هر چا زیات احساسوي. چې ما وویل د تقنیني برخه کې صلاحیتونه هم زیات دي، دا اوس موږ عملا یو ډول دیکتاتورشپ کې یو، یعنې جمهوریت کې نه یو. جالبه دا ده چې موږ هلته طالبانو سره په مذاکره کې یو د جمهوریت د دفاع په نام، دلته سناتور ازلیږي ډېر اسانه پرته له کومې خبرې، دلته د تقنیني اسنادو صلاحیت ټول راځي تمرکز کوي پارک کې، او همدغه رقم باندې د وزیرانو صلاحیتونه راځي. کوم چې تاسو اشاره وکړه هغه ډېره زیاته معقوله خبره ده. هغه څه چې زموږ کاندید وزیران ته واقعا متوجه کېږي مسؤلیت دی، هغه هم اخلاقي مسؤلیت دی. دوی په هر حالت خوشحاله دي چې باید وزیران اوسېږي، دغه جرأت نه لري ودرېږي وایي چې دغه صلاحیت زه تاته نه درکوم. اوس د ملي امنیت مشاوریت ته مثال اجرایي صلاحیتونه انتقالوي، یعنې
د څه لپاره د کورنیو چارو وزیر اخلاقي مسؤلیت دی، دلته قانوني مسؤلیت هم دی. وتږي زه دا نه انتقالوم که ولسمشر ورباندې فشار راوړي، بیا دا باید استعفا سره ورشي، هلته ورته ودرېږي چې دا استعفا اما دا صلاحیتونه دا زما اختیار نه دی چې دا انتقال. یعنی معنا دا ده چې موږ دلته یو غټې خلا سره چې مخامخ شوي یو، هغه دا ټولې دنیا کې ټولو سیستمو کې همدغسې ده. ځینې ځایونو کې په ځینو سیستمونو کې رئیس جمهوران یا پارلمانونه ځینې صلاحیتونه لري، هغه حتی اخلاق نه یې معنی. اما زمونږ دلته وضعیت ډېر زیات خراب دی. من حتی زه بخښنه غواړم، یو ډول سیاسي بد اخلاقي په موږ کې حاکمه ده. عدالتي څومره صلاحیت موږ لرو هغه تر ټولو په مریض او بد شکل باندې معلوم. مثلا همدغه د اداري واحدونو ایجاد یا د بودیجوي واحدونو ایجادول اوس دا ځانته میکانیزم لري، اما دا په تقنیني اسناد په وسیله هغه شي ایجاد کړي، بیا هغه فرمان هلته لاړ شي، بیا هغه ولسي جرګه رد کړي، سنایه بیرته تایید کړي، د اساسي قانون سلمې مادې مطابق لاړ شي ګډ کمیسیون ته، بیا ګډ کمیسیون کې حکومت بیرته د سنا له ادرسه مداخله وکړي، بیا هغه بې نتیجې پاتې شي، بیرته ولسي جرګې ته چې راځي، ولسي جرګه 200 نه شي پوره کولای چې هغه فرمان رد کړي. یعنی موږ واقعا ډېر زیات یو بد وضعیت کې یو داسې حالت کې چې موږ ضرورت درلود خپل سیستم دا جمهوریت موږ یو واقعي جمهوریت حتی کمزور هم کوو دا هم جوړ کړی وای موږ په ډېر بد شکل باندې دا اوس لوبیږو. او زه داسې فکر کوم، البته داسې نه ده کورنیو چارو وزیر یا مثال مالیه وزیر یا د هر بل وزیر مسؤلیت نه لري، دوی به هم خپل مشکلات لري، مګر په دغه وضعیت کې که تاسې ته اختیار درکړل شي دا اوس د یوې شیبې لپاره دغلته موږ څلور کسان یو، او فکر کوو چې راځه تر ټولو قوي خلک راولو، دا اختیار یې موږ په لاس کې. چا باندې به په دې افغانستان کې ګوته کړي چې ته ورشه ته کورنیو چارو وزیر شي ته دا مشکل حلوی شي؟ مشکل باید اوله ولسمشر کې حل شي، هغه باید صلاحیتونه غیر قانونی یا غلط و ادرسونو ته انتقال نه کړي، هغه باید خپل وزیر ته اختیار ورکړي، هغه باید یو څه ښاغلي ساده یو څه د مور و مایرې هم بحث هم شته. تقریبا هغه کړی چې د ارک د پرزوینې حلقې کې دي تر ډېره بریده پورې هغو ته هغه پرزوینه شته چې لااقل د حکومتي فشار پر اساس هم که کېږي پارلمانه باید فلتر شي، اما هغه کسان چې په یو شکل باید لرې شي لرې کېږي، یا په خپل صلاحیتونو کې ځینې وزیران تقریبا د خپل د وزارت تر څنګه د دوه درې وزارتو نورو صلاحیت هم لري، اما ځینې وزیران د خپل هغه یو ثلث صلاحیت هم نه شي اعمالولی. دغه ستونزې دي چې تقریبا ډېر خلک کې زوري. تاسو په اشاره وکړه یا موږ د ښځو چارو وزارت لرو، یا شورا د ښځو جوړېږي، د ځوانانو مینیت لرو، د ځوانانو شورا جوړېږي، سارانوالي لرو، بیا بیرته یو کمیسیون معاشي د جنوا د کانفرانس لپاره د فساد مبارزې په اړوند. اوس ستونزه تاسو وایئ چې پاس کې شته، په ار کې شته، یا په لومړي فرد د افغانستان کې شته، څومره نو دغه تشریفات چې اوس پارلمان کې کېږي، وزیران برنامه د خپله راکوي، دا کولی شي چې موږ له دغه حالت نه وباسي یو ښه حالت ته؟ فکر کوئ دا هیله شته؟ نه، زه فکر کوم هغه څه چې موږ کې ډېر زیات دود شوي او متاسفانه دا ډېر زیات اوس په یو کلتور باندې بدل شوي، هغه پوپولیزم دی، هغه عوام فریبي ده. اوس کاندید وزیر هم دی، هغه هم دا کار کوي، ځکه د رهبرۍ په سطحه پوپولیزم دی. مثال معاون راځي ټوله ورځ، اوس موږ دلته د روشنفکران په نام راځو راځي کېږو، او دا توجه کوو چې په شپږمې خو بجو کې د فلاني صلاحیت هغه دا یو ډول مثبت غواړی. یعنی دا د ټولنې متن تمزي، دا حتی روشنفکري اړخ تمزي، ځکه سمبولونه ایجادي دا ختم نه کېږي. دا اوس فکر کوئ نن د مالیه وزیر چې کومې خبرې وکړې، یا د کورنیو چارو وزیر چې وکړې، یا د بندنیو چارو وزیر چې وکړې، موږ د دوی په نیت باندې د یوې شیبې لپاره هېڅ شک نه ښکاره کوو. دوی واقعا ساده دي، او په فردي لحاظ دغه توانایي هم لري. آیا د دوی نه بر لاس غټ لاس ته دی؟ هلته دا سیاسي ارادم موجوده ده چې دوی ته اجازه ورکړي دا کار وکړي. مخکې تاسو ښه اشاره وکړه، اوس مثلا یو وزیر نه بیخي د خپل د سټاف صلاحیت هم اخیستل کېږي، اما بل وزیر ته یا بل چارواکي ته صلاحیت ورکول کېږي چې ته خپل معاونین هم ایسته واچوه، هر رئیس دې ته بد راته، هغه دې د بانک نه یا د ادارې نه لرې اچوه. دا داسې دی لکه انسان وجود چې په شکر اخته شي، هغه شکر چې لوړېږي هغه صفر ته هم راتلی شي. یعنی دواړو خواته حرکت لري. زموږ نظام همداسې یو ناروغ نظام دی جوړ شوی، ځینو ځایونو کې حماس لوړ ځي، ځینو ځایونو کې سقوط کوي. موږ یو بد وضعیت کې یو، او زه فکر کوم تر څو زموږ په زعامت کې هغه سیاسي تقوا رامنځته نه شي، موږ نشو کولای دا اوس دغه افرادو ته بل. ما وویل دوی ته هغه اخلاقي مسؤلیت بالکل متوجه دی. ستاسو دا خبره ډېره معقوله ده چې ښه کله سیاست صلاحیت درنه اخلي، کله د تا اختیارات یو بلې غیر قانوني مرجعې ته انتقالېږي،
بل ادرس انتقالی کی نو ته به الته د چارواکی او د وزیر په توګه وظیفه ولی مانده نو داغه مسولیت ته سدوی ته متوجه کیږي مګر نور من اخلاق نشو کولای د خلکو ته داسې مسائل په توجه کې څنګه دوی پوهس کړي من باید هغه مسولیتونه اصلي ادرسو ته متوجه ډیر اسیا ته موږ فکر کوم چې دوه درې دقیقې لرو اجازه راکړئ چې دغه بس راوین غړو د حل د لارې په اړه باندې له ښاغلي ناصري څخه بسه کوتاه آقای ناصري چون وخت ما بسه محدود است آیا فکر میکنین رای حل با توجه به انارشیزم اداری اهرم قدرت بر ساختارهای اداری مثل وزارتخانه ها وجود داره آنچه که آقای سعادت رو ازو پرداخت یا نه است؟ مرجوی پارلمان قطعا وجود داره دو تا مشکلی اساسی وجود داره یک مشکل مشکلی قانونی و حقوقی است که نوعیت نظام شما در مجموع نظام ریاستی است موضوع تمرکز قدرت خودش استبداد میاره انارشیزم میاره سوی استفاده رو میاره این یک بخشی وقتی که زیر بنای یک کار از ریشه خراب باشه بعد شما بنایی که بر اون سنگ استوار میکنی قطعا خراب خواهد بود این قابل انکار نیست بعد مداخلاتی که وجود داره شما شاهد بودین جناب آقای فیاض در شنبه گذشته در جلسه استجواب چرا خواستش جناب معاون اول محترم ریاست جمهوری و همینطوری مشاور شورای ملی شورای امنیت به دلیل مشاور امنیت به دلیل از اینکه اینا مداخله کرده بودن در کارهای اجرایی همین به اصطلاح وزارت امور داخله و بعضی سکتورهای دیگری و به همین دلیل بود که اینا را برای استجواب خواسته بودیم به خاطر همین به اصطلاح تخلفی اساسی که نامده از این طرف وزارت داخله را وقت خود اینا سرپرست مقرر میکنه از طرف دیگه صلاحیت های اینا را دور میده با کمال تاسف اینی که پابندی به اصول و وظایف و لایحه وظایف در افغانستان پارلمان افغانستان آقای ناصری در کنار قانونگذاری یک وظیفه خیلی اساسی دیگه نظارت از عملکردهای حکومت به عنوان یک قوه داره و حکومت را با توجه به رویکردهای ساختاری ملزم به اجرا میداره اجازه بده که از آقای هاشمی بپرسیم بسیار کوتاه آقای هاشمی چقدر پارلمان افغانستان این پرستیج سیستم سازی را که آقای سعادت روی از او اشاره کرد داره اگر بخواهد به عنوان اگر هم فشار واقع شود خب ببینید در پارلمان یک فرهنگی که حداقل در 6 سال گذشته تازه ایجاد شده ایجاد گروه های فشار است اما متاسفانه این گروه های فشار هم به خاطر منافع گروهی و شخصی و مسائل خودشان است این گروه های فشار بسیار ایجاد میکرد که روی اجنده های مشخص اصلاحی در خصوص اصلاحات ساختاری در خصوص حساب دی ساختن نظام اجرایی در خصوص عمل کردن به اساس معیارات نظارتی در داخل نظام کل از این مسائل اینا و اجنده خود قرار می دادن و اهداف خود قرار می دادن اما متاسفانه کارهای پارلمان هم ساختاری نیست ببینید تا چی وقت اینا منتظر هستن تا حکومت تمکین بکنه و سرپرست نظام سرپرستی را خاتمه ببخشه و چند وزیر روان بکنه که اینا رای بدن یعنی کارها متاسفانه قسمی که باید بلان شده باشه به اساس اهداف باشه نیست بسیار تشکر خغلی سعادت روستای پختنه و بس تسرانگارو چه ده هل لرشته چه باید بوشی کنه فکر کنم اولا و رضو مرکه که منگه ده بانی بحث کنم فکر کنم ولسی جرگه کتوس موازیت بد نده لگ در باید جیدی شی زینی تقدیمی اقدامات تلار شی زینی مسائل اما غورزم که ولی تجریم که زینی مسائل رو بانده و داریگی او کنه کیگی دیر و زیاد و سخت و غط و تصمیم و طلب شید که اگه دیست از ایخان نشده ما ماده هم دید اگه دیگه نمخ که زینی ستیپو ندی اگه باید وقت لی غیر لاغه نکه وزیاد پامده شکل بنده ایزا فکر نکم دلتا حکومت از اکه اگه اخلاقی میارون پا سیاست کسی باید رعایت چی اگه متاسفانه پا بد شکل بند نقضیگی ډیر زیات مننه ښاغلی سعادت له تاسو نه له ښاغلي هاشمي نه له ښاغلي ناصري نه له تاسو لیدونکو نه چې تېرې دمه موږ سره وی تر بیا لپاره